امروز اولین روز بعد از دفاعمه. با خودم تصمیم گرفتم راحت ترین و آروم ترین خواب چند ماه اخیرم رو تجربه کنم. میخوام اونقدر بخوابم که از خواب خسته بشم. ای مه من، ای بوت چین اکبر، حاله چرا اینقدر اینا به عموم سرده؟ دایی شمایی؟ منم دیگه میخوام بیام یه مدت مهمونتون باشم. اینم عکس بچگیات خودت، یادت نمیاد که گرفتم. ناپو دوستت دارم، میخوام بزنم بالای این دیوار. دایی چجوری دوش گرفتی؟ کل خونه رو بخار گرفته. دایی جون وقتی مرد میره همون این آبی جوشو تا آخر باز میکنه، همه رو بخار بگیره، جیگرش حال بیاد. میت که نمیشستم اون تو که هی میگی. مسعود من هزار دفعه به تو گفتم این خونه رو یا بازسازی کن یا بفروش. چرا حرف گوش نمیکنی؟ بپوشین لباسای اکبر رو. خانم این شکمش دو سایز از من بزرگتره. بگو ماشاءالله. بابا ماشاءالله. بابا یه نیسان لباس آوردم، مگه مهمونم که اینا رو باید بپوشم؟ آدم آبرو داره. ببین مگه چی شده؟ هیچی بابا. همسایه بغلیمون خونه‌شو کوبیده بود بسازه. هی لودر آورد برد، آورد برد، انقدر گود در آورد یه طرف خونه، یهو رفت تو چاله اونا. ولکن بمیرم مسعود. آب دیده سه حرفه. فولاد اون فولاد. فولاد چهار حرفه. فولاد پنج حرفه. حالا پنج حرفه. همون فولاد کم آورده آهن شده الان، درسته؟ الان خیلی داری با خودت حال میکنی دیگه نه؟ ببین شیرین جان، من میخوام احساسات و عاطفه‌مو تزریق کنم تو کیک. بابراس جان میشه این ابراز احساساتتو موقعی پخت کیک تزریق کنی که اینطوری گن نزنی به طراحی من؟ بهت گفتم من یه صورت بچه میخوام اینجوری اینجا، نه دوتا کفش انقدی که اصلا معلوم نیست این کیک بچه هست. شیرین جان من اگه بخوام بچه رو بکشم که کلش میفته نوک بوم. چه ربطی داره؟ خدا کجا بابا؟ اونا رو داری کجا میبری؟ یعنی خبر نداری؟ چی؟ دیوار خونه بچه‌م ریخته، ترسیده، وحشت کرده. دارم میرم پلوش تنهانه باشه، دل داریش بدن چند روز پلوش بمونه. مگه مسعود بچه است؟ بابا، هیچ وقت تو زندگیت حسودی نکن. ای بابا، او یه گونه، شما دو گونه. یه گونه؟ بله دیگه. او تنها پسرمه، شما دو تایی، تو هستی تو آرام هستی. وظیفه‌مون به عشق محبت کنیم. الان فکر کنم فشارشم افتاده تفلک. خداحافظ. تفلک. دیگه اصلا نمیذارم طراحی کنی. وا باباتون بیشتر به مسعود اهمیت میده، چه ربطی به طراحی من داره؟ حامد چی شد؟ تو هم بیخوابی در سرت؟ شما بیداری؟ با این خروفافی که بابا میکنه کی میتونه بخوابه؟ ای بابا
کوتاه نمیاد. از شما هم شنیدین. اول خیال کردم خودم دارم خرافه می‌کنم. بعد دیدم بابا خورا رو می‌ریزیم بعد پفا رو می‌ریزون بر زابرامون کرد. حالا میگیم حالا که بخواب بزنه سرمون حال داری خلوت کنیم تو کلام صحبت کنیم با هم؟ ان شاءالله فردا دیگه. همین الان بخواب بزنه سرمون الان. کجا؟ بابا شما چرا بیداری؟ شما چرا بیداری؟ خورپوفای بابا بزرگ. خورپوفای مامانت. دست خورپوفای من از پشت برسه. دیدیم خوابمون نمیگیره. خلوت کنیم تو حیاط خود صحبت کنیم، هوا هم میخوریم. نصف شبی؟ چرا نه بشینیم مثل تو جدول حل کنیم؟ ببینیم تو حیاط. نه که بشین جدول تر کن. چرا مزاحمی؟ ببینیم. ده بار تا حالا گفتم این دیوار خونه من یه نشونه، باور کن. خب دایی بابام هم ده بار بهتون گفت اون دیوار نم داره، یه تکون بخوره میریزه. آره اونم ده بار گفته، ولی ببین من نگفتم که اینا نگران نباشن ریزکارو. حامد اینقدر مونده بود که زیر آوار بمونم. خب دایی جان خدا رو شکر به خیر گذشت. بعد منم همینو دارم میگم دیگه، این دیوارای خونه شما یه بازسازی اساسی نیاز داره. حالا اون انجام میدم، ولی حامد حس میکنم خدا یه عمر دوباره ای بهم داده. خب حالا تو این عمر دوباره تون قشنگ دیوارا رو یه بازسازی بکن. بابا این دیوارو ولش کنه، دیوارو درستش میکنم، اینقدر دیوار نکن. میخوام بگم حامد از این به بعد تصمیم گرفتم اونجور که دلم میخواد زندگی کنم. یه عمر یه جور دیگه زندگی کردم، حالا که عمر دوباره است به بهترین وجه اونجور که کیف میکنم ادامه بدم زندگی رو. چه زندگی؟ حامد باور کن من یه عمری از چیزایی که دوست داشتم تو زندگی تجربه کنم فراری بودم. دایی ولی اصلا بهتون نمیاده. جدی؟ والله. ولی حامد از این به بعد تصمیم گرفتم یک زندگی کنم، یک زندگی تشکیل بدم که اونجا که دلم میخواد، اصلا بی خیال حرف مردم. مردم بگی من واسه مردم میخوام زندگی کنم، واسه خودم تصمیم گرفتم ببین خودمو بکوبم دو مرتبه بسازم. دایی این خیلی عالیه. جدی میگی؟ بله معلومه. پس هستی؟ آره. از کجا؟ کنارم. حامد بعضی کارا هم پا میخواد، تو که غریبه نیستی. پا تو ول کن، من یا کن باید پا به پا کنارت بیاد تا بتونی پیش بری. سنی ازم گذشته دیگه، یه مشوق یک همراه میخوام. دایی یعنی واقعا شما همیشه دوست داشتین کت و شلوار بپوشین؟ خدا از سر تحصیلات دایی جونت بگذره. بچه که بودم شر محل بودیم، این بچه برو بودم دیگه. هر کی کت و شلوار میپوشید انقدر مسخرش میکردم پشیمون میشد. حالا الان دیگه ما نمون آدمیم نمون محل و کت و شلوار بپوشیم بهمون بیشتر میاد. آخه دایی من سر دفاع پایانامن بابامون هم اصرار کرد باز کت و شلوار نپوشیدم. اینجوریه؟ من دوست دارم بخاطر تو دارم میگوشم فکر آدمی. آرنجا از رو میز بلند نشه، از رو دستونم کمک نگیر. نمیشه دور تو بزنم. باش سه حرف بزنم. گیری دادی اکبر آقا تو این موقعیت رو. اکبر ویلکم بابا، از صبح تالا اونو گرفتی دستت. خب نمیتونی الکونه بلند شو به سرطاری بود. آرنجا شو بلند میشه ها. این دو حرف در بیاد ها جدول رو حل کن. اکبر آقا ول کن بچه ها، از این شون نکن بذار بازی شونو بکنن. این داره حرس بچگی رو در میاره بابا. نگاه رو بابا کجایی داره فشار میده بابا، میخواه ازیت کنی؟ بابا با هم دوست باشین اذیت نکنین. حرس گنده ها؟ چی گفتی اکبر؟ آه بردم، تمام بردم. یا الله دوتا مرد خوشتیپ در خدمت شما. الو قربونت بشم که اینقدر کت شلوار بهش نمیاد. بابا چی شده محسوس کت شلوار پوشیدین؟ کجا؟ بچم مرد شده دیگه. حالا سلامتی مهم اینه که آرزوی یه نفرم برآورده کردین. اکبر دایی؟ دایی نداره نیا کن. من هیچ وقت تو زندگیم نخواستم زور به بچم بگم. مگه ما زور گفتیم؟ با رضایت خودش پوشیده مگه نه دایی جان؟ بله. حالا کجا میخوایم بریم بابا؟ بار خورده باشگاه. باشگاه؟ اونم با این کت شلوارا؟ آبجی با کت شلوار ابهت بیشتری داره. بریم دایی جون. فقط نهار منتظر ما نباشین. چه بهتر. چته؟ دلم بی. قبل اینکه از خونه بریم بیرون میشه این توضیح شما من بدی من بفهمم؟ ده بار بهت گفتم که دایی جون گوش کن. در رابطه با اون زندگی جدید و آرمانی که میخواستم همیشه در آغوشش بگیرم اما ازش فرار میکردم. در همون راسته هستش. میخوایم بریم کلاس بدنسازی. بریم؟ میتونی نه اصراری نه نه دایی من مشکلی ندارم، فقط خب
بدن سازی؟ ببین دایی جون، بچگی دوست داشتم یه هیکل گنده داشته باشم، کت شلوار که میپوشم این کت رو ببندم دکمه به زور بسته باشم در راستای پاره شدن دم مجلس اعضا عروسی اینجوری وایستم هم نگاه کنن، خصوصا بازوها رو. حالا داریم عملی میکنیم، شما مشکل داری؟ دایی آخه این چی ازش فرار میکنی؟ خب قبلا میرفتین دیگه. اینو نمیدونی، به عقلت نمیرسه. من شنیدم اینا که میرن باشگاه بدنسازی یه دو سه هفته میل خالی میبرن بالا میارن. تو حساب کن یکی مثل دایی سیبیل یا لوکوپال میل خالی ببره، خودت خندت نمیگیره؟ میخوام به اونجا کمک کنی، شما میل خالی ببری بالا، ما هم یه 250 گرم این منور میزنیم، مردم میخوام بخندن به تو بخندن. بری تموم شد. اومدی یا حامد آرومتر مگه حلیم داری با هم میزنی ته نگیره؟ آهن سهرفیه ولی خب عمدیش در نمیاد. پاشید پاشید اینا رو بخورید و از نزدی یه ذره جون بگیری. اکبر تو که نمیخوری؟ نه اینا بخورن که عضلاتشون را بیفته. آی بمیرم، شما اینطوری دارین کار میکنین صدمه میبینین. آبجی یه جوری شده به طرف گوله بازوهاش خورد، با دوشو کم میکردم، حامد شاهده. آخه دایی اونی که وزن 50 کیلو میزنه یه ساله داره میاد باشگاه. 50 کیلو داداش؟ 50 کیلو دوتا کیسه سیمانه دیگه. 50 کیلو چیزی نیست، الان نتیجهش هم داریم میبینیم. دیدی که زدم ها. ولی ماما دایی وزنه رو برد بالا، کل باشگاه کف و سوت و جیغ و هورا. باریکلا سه حرفیه، سه حرفیه بلی زهر. حالا به هم خورد. پاشو من سوت دماشم. بابا ترسیدم. بابا شما چرا باز بیدارین؟ تو هم از خور و پف خوابت نمیره؟ نه با من دیگه عادت کردم. خب من بگم بریم تو حیات یه قدم بزنیم. بابا گفتم دیگه عادت کردم، من شم خوبم دستشویی. خیلی خب بابا، من میرم تو حیات دستشویی که تموم شد تو هم بیا تو حیات، یه خلوت دو نفری پدر پسری با هم داشته باشه. خب؟ چشم. آخ 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 خدا خیرت بده پسرم. حامد میگم یادت میاد کوچیک بودی میبردمت کلاس ژیمناستیک؟ نه نه خیلی کم خیلی کم. چجور یادت نمیاد؟ بابا 4 سال و نیم من بوده. نه بابا مدرسه میرفتی. آه شما داری کلاس تکواندو رو میگی. آخ آخ یادتی چقدر با هم خوش میگذشت بمون؟ با چه خوش میگذشت؟ من کلا 5 جلسه رفتم که 3 جلسه هم شما یادت رفت بیای دنبالم. نه بابا یادم نرفت، من خواستم که تو تنها برگردی که مرد بار بیای. بابا من که تنها بر نمیگشتم، دایی میمد دستالی دنبالم. خب چرا به ما نمیگفتی؟ آخه میدونی دایی منو یه برد استق قشن خستگیم در میرفت، بعدم میرفتیم اونجا ساندویچی بندری میخوردیم. همون ساندویچی کثیف بندری که بغلش استق بود؟ آره همون که خوردنشو ممنوع کرده بودین. بله ممنوع کردم. ها نه ممنوع نکرده بودم، گفتم تکخوری نکنی پدر با پسر. واقعا فکر نمی کنم. حالا فردا نشونت میدم، با هم میریم یه استخ، بعدش هم میریم بندری با 2 تا نون اضافی با یه نوشابه زرد. باشه بابا، ولی شما مگه از استخ نمی ترسید؟ من از استخ می ترسیدم؟ نه بابا، من ترسم از این بود که توی لبه استخ که داری میری ها یه مرتبه لیز نخوری بری تو استخ بعد آب بره تو ریه. بابا دایی دقیقا همینجوری شنا رو من یاد داد، 7 سالم بود، من اینجوری گرفت انداخ وسط پرام، ما افتادیم اونجا آب داشت میرفت تو حلقمون رو داشتیم قبه میشدیم، یه لحظه نیا کردم دیدم دایی بیخیار داره اون لبه استخ قدم میزنه با رفیقاش حرف میزنه. حواسش به منه. حالی نمیخواد از هنرنمایی داییت بگی، برو بگی بخواب. پس چشم، با اجازه خدافظ. دایی 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 حالا وقتی بردت انداخت توی چای عمیقتر اون وقت بهت میگم. دیده سه حرفی ها اکبر جون و مادرت مخم داره میتل که ول کن، بذار کنار یه جدول دیگه حل کن. اه یه چی که میتونی حل کن دیگه. حامد حامد. بله دایی. آماده شو مخم بریم باشگاه. دایی میشه امروز نریم؟ چرا؟ مثل که بناس از دایو سمتری بپریم با کمر تو آب جیگرمون خنک شه. پاشو
پاشو برو کلت ورده بیار. دیر میشه استخدا. نه بابا، چون میخوام استراحت کنم به خاطر اون گفتم. من میکنه حوصله ندارم. خودم میرم. نه دایی وایسی میرم. میخوای بابا ببخشید ولی میدونی من به دایی قول دادم اگه میشه شما با هم عطاری بریم. خب به منم قول دادی. میدونم ولی فرق میکنم. دایی آخه چه اصراری بود ما با کت و شلوار بریم باشگاه؟ بگی از اولان هم درد گرفته. آه به آرزون بوده نمیفهمی. ده بار بعد یه حرف رو بهت بزنن. بیا کنار بی کنه ببین رد چند صفای داداشا خوش کلا مسخره میکنی؟ داداش مسخره کدومه؟ داریم بهتون احترام میذاریم. ایشالله که باد و بود پروتئین نباشه واقعی باشه. که همیشه بدن میماده میدونی چی بوده؟ چی؟ این دعوا کردن هیچ وقت حوصله‌شو نداشتم. رفتن؟ آره ولش کن بیا بریم. دایی اصلا فکرش هم نکن با اینو دعوا کنی ها. یعنی 2000 رو هیکل حساب نکنم؟ دایی هر چقدر قیافه ناراحت به خود بگیری من یکی نیستم تو این دعوا. دور منو خط باشه ولی همون بازو رو فشار بده دایی جون. آه بعدم نمیادی امتحان کن. اکبر راه بکن بکن مسعود تو اصلا بچگی اهل دعوا بودی که با این سن و سالت بلند شدی رفتی دعوا؟ خجالت نمیکشه؟ دقیقاً نکتهش همینجاست. دقیقاً نکتهش کجاست؟ اونجاست. اکبر حامد من یک عمر زحمت کشیدم که تو رو درست تربیت کنم، اون وقت تو میری تو خیامون یقه پاره میکنی؟ بابا اگه دقت کنی یقه من پاره شده. پس میری تو خیابان یقه تو پاره کنن؟ اکبر ببین من یه چیزی بهت میگم، یا قبول میکنی یا نه من نه تو. چی بابا؟ این دایی که امروز اینجا پوستر میزنه بعد میره اونو میزنه یه مرتبه دیدی اتاق تو گرفت، بچه هم ساختمونو گرفت. بنابراین اجازه نداری تو با داییت بچرخی. میری میشینی روی درس و مشقت میگردی یک الگوی خوب پیدا کنی. فهمیدی؟ بابا کی گفته دایی الگوی منه؟ حالا هر کی. اکبر بیا. اکبر چی شده؟ بیا داداش کار داره. اکبر جان چیزی نیست، نگران نباش. گفتم تو هم باشی همه بشنون. بخواستم جلوی همه تون از حامد تشکر کنم. یعنی اکبر بهت تبریک میگم. اینجوری پسر دهتاش هم کم آقا. دو دستی انقدر جوان مرد بود داییش هل داد وسط ماجرا جویی. حامد خیلی رفیقی. عالی. آفرین. خب شما بهتر بود که از هم سن و سالای خودت کمک میگرفتی. اکبر آقا داره از بچه تو قدردانی میکنه. این جوابشه. بابا دستی بیار فشارت بگیرم. دوم اینکه همه تون گوش کنین، یه چیزی بود آرزوی من بود، بالاخره تصمیم گرفتم انجام بدم و انجام میدم. چی؟ دایی شرمنده، من شاید دیگه نتونم همراهیتون کنم. دایی من حتما نمیتونم همراهیتون کنم. میخوام ادامه تحصیل بدم. چی؟ بابا هزیون میگه. دانشگاه ثبت نام کردم. خدا رو شکر دیگه شرش کنده شد از سرتون. بمیرم برات بابا، بی مادر بزرگ شدی. مادرت آرزو داشت دانشگاه رفتن تو ببینه. منو تبریک میگم، خیلی کار خوبی کردی. نمیخواستم ثبت نام کنم. خب بالاخره رفتم ثبت نام کردم. کار خوبی کردی. حالا کجا ثبت نام کردی؟ آره کجا؟ دوری نی همین دانشگاه حامد. بدبخت شدم. فای. با دایی من توی دانشگاه هر روز صبح. مگه دایی چشه؟ اینا داشتم بلند میگفتم. نه هیچی، اتفاقا خیلی خوبه. با دایی هر روز میریم دانشگاه میای. خیلی هم خوبه. اتفاقا منم رفته رو مخم کنکور بدم و ادامه تحصیل بدم. فکرش بکن چی میشه، سه تا نسل متفاوت با هم برای دانشگاه. اصلا برای جامعه الگو میشه. چون فراد وقت اینجور میشه بابا. مش خورده چشم، نفسم بالا نمیاد. فقط همینمون مونده
که حامد هر روز صبح پاشه با مسعود بره دانشگاه، بعد بشن رفیق جنگ هم، اون وقت دیگه سلام باباشو جواب نمیده. خب بابای لیسانس به دردش نمیخوره. بعدم بشن با جناق ای بابا دوتا خواهر پیدا کنم. خیلی خب بابا بیلو بخوره به حرص نخور. چاقه حامد بشه عطاری، محسودم بشه من، ولی من نمیذارم این اتفاق بیفته. وای تو چقدر حسودیت میشه بابا، حالا داداش من دانشگاه قبول شده تو نشدی دیگه. من حسودیم میشه؟ آره. مگه فقط داداش توی که دانشگاه قبول شده؟ نه تو هم قبول شدی. پس خودت خواستی. حالا بگو همه جمع شن تو ها. میدونید این چیه؟ چیه؟ جواب آزمایش کبدته. نه بابا تو این سن و سال معلومه دیگه، مال پروستاته. بابا نمیخواد حدس بزنه، خودم میگم. این نتیجه یک کنکوره. من فوق لیسانس قبول شدم. بابا شما کی امتحان دادین قبول شدین که من نفهمیدم؟ مهم اینه که قبول شدم. حامد میدونه. حامد آره تو میدونی کجا قبول شدی؟ کجا داداش؟ میری کویر معلمان، میرسی به یه جایی به اسم جندق، میپیچی سمت چپ، میری میری میری، میرسی به روستای خوشگلی. بله خب کی فکر کردی؟ آره ولی از بغل روستای خوشگل یه بغل گذر داره 200-230 تا، میری میرسی وسط کویر بعدی، یه ساختمون یه طبقه، دو تا اتاق چپ و راستش یه ایوون هم داره. اونجا باور کن ما کویر نوردی میکردیم با دوستان، گم شدیم، همین ساختمون ما رو نجات داد. اونجا مگه دانشگاه شده؟ اکبر تو که نمیخوای بری اینجا؟ اتفاقا میخوام برم همینجا. میدونی ارزش درس خوندن در اینه که تو این شرایط درس بکنی، نه بری همین بغل زیر کولر. البته تا ما رفتیم تو کولر داشت اما برق نداشت. اکبر چه ایوانو هر چی فکر میکنم ها این آب دیده در نمیاد. سر فرسان بده ببینم بابا. هشت اکبر این آب دیده است. آب دیده است. آب دیده یعنی عشق. وای بابا از صبح تا تو عشق ما رو در آوردی. خیلی خب حالا اونو ولش کن. ببینم اکبر خان شما اصلا طاقت میارین برین کوی؟ نه این محسود دانشگاه رفتنشم یعنی باشگاه رفتنشه. یه چند روز میره بعد بی خیال میشه، انصراف میده. خب اون موقع که خیالم راحت شد که انصراف داده، همون لیسانس باقی مونده، خب منم انصراف میدم میام. اکبر این چه کاریه تو داری میکنی؟ این بچه اینجا احتیاج به یه پدر 24 ساعته داره، نه یه پدر تو کویر. بابا تو باید اینجا بالا سرش باشی اکبر. سه روز در هفته میرم اونجا، آخر هفته هم برمیگردم اینجا. طاهره؟ بله. شوهر تو حمایت کن. اصلا هر کاری دوست داری بکنی بکن، اینم حمایت. باش سبیدم یه چیز دیگه هم هست که داری زیر سیبیلی هی رد میکنی ها. این کنکوره رو تو چجوری دادی من خبردار نشدم؟ طاهر گیر نده. گیر نمیدم، اتفاقا با تمام جزئیات به هم بگو. یادته یه روز اومدی خونه گفتی میخوام برم گواهی نامه بگیرم؟ کدوم دفعش؟ این دومین لیوانه ولی ده تا بخورم کم به چای زغالی، این وقت شب واقعا میچسبه. زمینی که من نکنم یه کاری داری من آوردی بالا، اونو بگی. نه دایی نوش جان، فقط میخواستم بپرسم این قضیه دانشگاه و شوخی گفتین دیگه. باورت نمیشه؟ نه دایی آخه من یک سال شبانه روز زحمت کشیدم تا دونستم این دانشگاه خودمون قبول شم. بعد شما چجوری همینجوری تونستین قبول شین؟ راستشو بگم دایی شوخی بود دیگه مگه نه؟ نه دایی جون قبول شدم، ولی دانشگاه تو قبول نشدم. بره بیابون یه جایی که بابات قبول شده بود اون مرترش. دایی خب چرا زودتر راستشو نمیگین آخه؟ من داشتم از خودم ناامید میشدم. بعد دایی حالا چیزی بگم، من داشتم تو ذهنم برای خودم آمادگی ایجاد میکردم که فردا با هم بریم دانشگاه. نه با هم میریم جان. رفتم اونجا کلی کلی بازی در آوردم، مسئله سن و سال پیش کشیدم، الکی گفتم قلبم ناراحته، یه کاغذ تونستم از آموزش بگیرم بیارم بدم دانشگاه شما، به عنوان میهمان پذیرفته شدم. یعنی یه ترم دیگه به عنوان میهمان بیام دانشگاه شما تموم میکار، به شرطی که کمک کنی دایی معدلش بره بالا. حالا شم دهنتو ببند،
برای که یه راز حرف پیشت بمونه. الان هم سریع اینو خاموش کنیم بریم پایین بخوابیم تا با بزرگ خور و پف شروع نکرده خوابمون ببره. نه تا بارو توی کردن کیو هره دو نفر خفتت کردن کدوم بر رفتن؟ از سر شب دارم تلاش میکنم با یه نگاه خوشبینانه خودم رو کنار دایی تو دانشگاه تصور کنم. نمیدونم چرا همش منجر میشه به یه آبروریزی. خدایا خودت به خیر کن. پدرم غرور من